سلام امیدوارم حالتون خوب باشه من آرش رحمانی هستم خیلی خوش اومدیم به کانال یوتیوب The Literarian که به معنی کسی هستش که عاشق ادبیاته و زندگیش و وقف آثار ادبی کرده خوندنشون و تحلیل و بررسیشون خیلی خوشحالم که به یک قسمت جدید از مجموعه بررسی ویدیویی آثار بزرگ ادبیات جهان پیش شما برگشتم توی ویدیو امروزمون هم قصد داریم که یکی دیگه از این آثار بسیار معروف ادبیات جهان رو با هم دیگه بررسی کنیم هم نویسنده براتون آشناست و هم شاید کتاب براتون آشنا باشه اما خب سعی میکنیم که امروز یکم دقیق تر در مورد این رمان صحبت کنیم رومانی که امروز میخوایم بررسیش رو توی این ویدیو داشته باشیم رمان ابله یا دیدیت اثر آقای فیودور داستایفسکی هستش که قبلا همونطور که گفتم در موردش ویدیو منتشر کردیم و شاهکارش رو در واقع بهترین اثرش رو جنایت و مکافات رو بررسی کردیم اگر اخیراً اون ویدیو رو ندیدین من لینکش رو میذارم این بالا براتون روش کلیک کنین و اون ویدیو رو حتما ببینین دیدنش قطعا خالی از لطف نیست شاید باعث بشه که از یک زاویه جدیدی به رمان بسیار معروف جنایت و مکافات نگاه کنین اما توی ویدیو امروز هم قصد داریم که به رمان ابله بپردازیم که به اعتقاد خیلی از منتقدین آثار ادبی واقعا رومانی هستش که به همون اندازه مهمه اما خب یک سری نقصایی هم داره که باعث میشه یک سری از منتقدین بر این باور باشند که بخشهایی از داستان شاید حداقل از نظر نگارش اون حد و استانداردی که خود آقای داستایوفسکی توی رمان جنایت و مکافات برامون مشخص کرده رو رایت نکرده پس بدون هیچ کنه فوت وقتی بریم سراغ تحلیل و بررسیمون از اثر ابله نوشته آقای فیودور داستایوفسکی. اولین نکته که در مورد رمان میخوام بهش اشاره کنم چون واقعا کار دارم با این نکته اینه که رمان به صورت سریالی منتشر میشه در حد فاصله بین سالهای 1868 تا 1869 اما چرا این نکته مهمه؟ ببینین این چاپ سریالی آثار در واقع کار غیر معمولی نبوده نه تنها نویسنده های روسی که نویسنده های انگلیسی هم در قرن 19 هم همچین کاری رو انجام میدادن مخصوصا چون آثار حجم بیشتری پیدا کرده بود دیگه مثل گذشته مثلا آثار تعداد صفحات محدودی نداشت و خب رمان های طولانی تری چاپ میشد قاعدتا برای اینکه خوندنش برای خواننده ها یکم راحت تر باشه و همچنین اینکه بشه پول بیشتری در آورد خیلی از نویسنده ها تصمیم می گرفتن که اون رو به صورت سریالی و توی مجلات چاپ کنن به صورت هفتگی مثلا و این قضیه در مورد آقای داستایفسکی هم واقعا صدق میکرده یکی از دلایلی که ایشون تصمیم میگیره رمان ابله رو به صورت سریالی منتشر کنه واقعا اون بحث مالی قضیه بوده چون از این, با... از این طریق میتونسته که پول بیشتری به دست بیاره چون به صورت هفتگی میتونسته که یک بخش جدید از داستان رو به ناشر بده منتشر کنه ناشر اون رو و خب در ازای اون پولی دریافت کنه اما همین نکته تقریبا بقیده من و شاید خیلی از افراد دیگه به یکی از نقاط منفی داستان تبدیل میشه در واقع چون کتاب که بعد چاپ میشه خب داره چهار بخش مختلف بخش اول و دوم و سوم و چهارم که خب همشون یک داستان رو دارن روایت میکنن و به جلو میبرن اما نکته ای که خیلی به چشم میاد در واقع اینه که بخش اول داستان فوق العاده است بی‌نظیره بخش پایانی داستان در یک کلمه واقعا زیباست اما اون بخش های وسط داستان یعنی بخش دوم کتاب و بخش سوم کتاب از نظر کیفی واقعا افت محسوسی داره و باز هم تاکید میکنم این به این دلیل بوده که خب آقای داستایفسکی میخواسته یکم داستان رو کش بده که خب پول بیشتری بتونه به دست بیاره و متاسفانه این خودش رو توی رمان نشون میده اما ازتون خواهش میکنم که حتما حتما اون بخشای ابتد... ابتدایی رو که خوندین و لذت بردین به بخش های وسطی که رسیدین نامید نشین به خوندنتون ادامه بدین چون مطمئن باشین وقتی که به بخش پایانی کتاب برسین و اتفاقات پایانی کتاب رو بخونین اون تاثیر احساسی که رمان بر شما خواهد گذاشت واقعا قابل مقایسه با آثار دیگه در ادبیات جهان نیستش و مطمئنم از این تصمیمتون برای تحمل سختی های بخش دوم و سوم راضی خواهید بود سوال اولی که میخوام بهش جواب بدم بریم حالا یکم راجع به رمان صحبت کنیم بهتون بگم که قرار رجبه چه چیزایی صحبت کنیم مقدمه ای که بهتون گفتم رو خوب شنیدید رجبه اینکه اصلا چه نوع کتابیه کمدی تراژدی چیه در ادامه براتون صحبت خواهم کرد و بعدش هم میرم سراغ یکی از نکات بسیار بارز کتاب چیزی که در تمامی آثار داستایفسکی در واقع وجود داره و اونم شخصیت و شخصیت پردازی هستش توی ویدیویی که در مورد جنایت و مکافات هم بررسی کردیم قسمت عمده ویدیو اختصاص داشت به بررسی تقریبا میشه گفت شخصیت و شخصیت پردازی آقای راسکالنیکوف و توی ویدیو امروز هم در مورد شخصیت اول اول داستان و سایر شخصیت های ماندگار اثر بسیار با هم دیگه صحبت خواهیم کرد اما همونطور که گفتم شاید سوال اولیه که معمولا معمولا بچه ها وقتی که یک رمان رو بهشون معرفی میکنم میپرسن اینه که خب چه نوع کتابیه آیا یک کمدیه تراژدیه یک تریلره یک نمیدونم داستان پیکارسکه چه نوع اثریه و میخوام این رو جواب بدم و سعی کنم البته جوابش بدم چون کتاب ابله واقعا در هیچ گروه بندی به خصوصی شاید به تنهایی نگنجه و بعدش هم راجع به شخصیت ها با هم دیگه صحبت خواهیم کرد ببینین رمان اتفاقاتی رو در واقع روایت میکنه که به احتمال خیلی خیلی زیاد شما رو به خنده خواهد داشت و شما خیلی خواهید خندید اما این اثر واقعا یک اثر کمدی نیست اتفاقات رمزالودی که شاید حتی مو تن شما سیخ بکنه رو هم در این رمان به وفور میشه پیدا کرد اما این اثر یک تریلر یک اثر اثر هیجان انگیز پر آدرنالین هم نیستش قطعا اتفاقات تراژیک توی این رمان خیلی زیاد میفته اتفاقاتی که از نظر احساسی شما رو تحت تاثیر قرار میده اما واقعا یک تراژدی واقعی هم نیستش از نظر تنوع شخصیت ها و دقت به جزئیات در توصیف تمامی این شخصیت ها هم یک اثر دیکنزی به تمام معناست ولی خب خود همین باز به یک شاید بر بعضی یا به یک نکته منفی تبدیل میشه اونم اینه که اثر رو واقعا نمیشه اقتباسی از روش انجام داد که مثلا حالا یک اقتباس سینمایی تلویزیونی از روش داشته باشیم که موفق باشه چون خب کارگردانان زیادی تلاش کردن که این اقتباس رو انجام بدن و حتی نکته شاید جالب دیگه ای هم که توی این اثر وجود داره اینه که یه جایی از رمان آقای داستایفسکی اون به اصطلاح دیوار چهارم رو میشکنه و به صورت مستقیم شما خواننده رو مورد خطاب قرار میده و نظرات خودش رو در مورد شخصیت های فیکشنال و خیالی که خودش خلق کرده توی این رمان با شما در میان میگذاره یعنی واقعا ترکیبی از همه این گونه های ادبی هستش و خود همین واقعا نکته مثبتیه که آقای داستایفسکی تونسته که تمامی اینها رو کنار هم قرار بده و یک رمان منسجم رو در واقع درست کنه اما باز بهتون اطمینان میدم که اگر تلاش کنین و اون رو بخونین کتابیه که به هیچ وش فراموش نخواهید کرد اما خب فارغ از این که چه دستبندی رو برای این رمان در نظر میگیریم آقای داستایفسکی باز هم با یک مهارت مثال زدنی که مختص واقعا خودشه میشه حتی گفت شیرجه میزنه به درون ذات و فطرت انسانها و سعی میکنه که خیلی عمیق ذهن انسانها رو برای ما واکاوی کنه و یک تقریبا میشه گفت یک درسته که یک نقد اجتماعی هم به جامعه های کلاس با کلاس نمیدونم روسی, هستش در کنار اون میشه گفت که یک نقد روانکاوانه هم در این اثر نهفته است داستان در مورد چی هست داستان در مورد یک شخص بسیار ساده و خوشقلبه که وارد اون جامعه اشرافی روسیه میشه و بعد از یه مدتی پی میبره که هیچ چیزی رو نباید از روی ظاهر قضاوت کنه چون هیچ, چیز، هیچ چیزی که در ظاهر میبینه واقعا اون چیزی نیست که فکر میکرده که ظاهر و باطن خیلی با هم دیگه متفاوت هستش داستان در مورد یک شخصیت بسیار ماندگار به اسم آقای یکی یک یک شاهزاده یک اشرافی زاده هست خودش هم پرنس لیو نیکولایویچ میشکین آقای مشکین همونطور که گفتم خودش هم اشراف زاده هستش اما متاسفانه در بچگی دچار یک سری بیماری میشه دچار بیماری سر میشه و خود همین باعث میشه که در اون خانواده خودش بزرگ نشه و مجبور بشن که حالا ایشون رو بفرستن سوئیس که در یک درمانگاه روانی چند سالی اونجا باشه تا به کمک دکترش بتونه که سلامت خودش رو به دست بیاره و در واقع بتونه بعدا برگرده و حالا خودش رو توی اون جامعه به های کلاس و اشرافی روسیه جایگاه خودش رو دوباره پیدا کنه داستان رمان از اینجا شروع میشه که ما آقای مشکین رو توی قطاری میبینیم که از سوئیس به سمت سن پترزبورگ در حال حرکت بعد از گذروندن اون دوره درمان خودش و در حالی که سلامت خودش رو تقریبا به صورت کامل به دست آورده اما خود همین نکته یک نکته جالبی برامون میشه اونم اینه که آقای مشکین به دلیل اینکه سالها دور بوده از اون طبقه اشرافی روسیه و سبک زندگیشون در واقع یک آوتسایدر یک خارجی حساب میشه چون واقعا اون رسم و رسومات رو خب از بچگی رفته اون به اصطلاح بیمارستان اونجا بوده و اون تحصیلات لازم رو و اون تربیت لازم رو برای بودن در همچین جمعهایی نداره و خب اتفاقات تنزی هم که بهتون گفتم در داستان در واقع اتفاق میفته از همینجا ناشی میشه که خب خیلی جاها آقای مشکین واقعا نمیدونه چطوری باید رفتار کنه خود این آقای مشکین در واقع همون ایدیت یا ابلهی هستش که در عنوان رمان بهش اشاره شده آدم بسیار خوشقلب و ساده ای است که حالا برگشته به جامعه روسیه و در واقع سعی میکنه که خودش رو با این رسم و رسومات جدید وفق بده اما در واقع اتفاقاتی توی داستان میفته که اونجوری نیست که فکر میکرده و خب اتفاقات داستان به گونه ای به جلو میرن که پی میبره که هیچ چیزی اون چیزی نیست که فکرشو رو میکرده پروتاگونیست رمان ما آقای میشکین همونطور که گفتن آدم بسیار خوشقلبیه و سعی میکنه و اینطوری هم نیست که بگیم آدم کند ذهنی باشه خیر اتفاقا از هوش نسبتا متوسط به بالایی هم برخورداره و همونطور که گفتم خب پیشینه اشرافی هم داره و خودش به دنیا آمده اما به دلیل دوری از اون جامعه الان واقعا نمیدونه که چطوری باید رفتار کنه و وقتی که برمیگرده خب هم همین ذات ساده ای که داره و اون سادگی بیش از اندازه شاید باعث میشه که اکثر اوقات اطرافیانش اون رو یک ابله خطاب کنن و آقای آل داستایفسکی میخواد یه نکته ای رو در واقع در قبال این شخصیت و رفتار دیگران نسبت به ایشون به ما بگه ببینین صحبت کردن در مورد شخصیت آقای مشکین و اینکه چه نوع شخصیت و کاراکتری در داستان رو واقعا نمیشه در طول یک جمله انجام داد مطمئنا شاید اگر رمان رو قبلا خوندین و راجبش مطالعه داشتین احتمالا به این پی بردین که اون خوش قلب بودن و تلاش برای کمک به دیگران در حالی که دیگران اون رو مسخره میکنن باعث شده بسیاری از منتقدان آقای مشکین رو یک شخصیت مسیحوار یعنی یک کرایست فیگر در واقع بنامند اما خب در واقع ضعف هایی هم در شخصیت آقای میشکین واقعا وجود داره که شاید سخت باشه این لقب کرایست رو بهش بدیم اما واقعا واقعا میشه گفت که آقای میشکین یک انسان بسیار خوشقلب و انسان حتی میشه گفت کاملی هستش با وجود تمامی نقصایی که داره که قدرت این رو داره که به اطرافیانش آرامش بده و به اطرافیانش رو درمان کنه از نظر روحی اون تلاتوم های مثلا روحیشون رو کاهش بده و سعی کنه به اونها آرامش ببخشه و خب اطرافیانش هم همه آدم های مریضی هستن وقتی که توصیفات دقیق آقای داستایفسکی رو در مورد شخصیت های دیگه داستان میخونیم ما به این قضیه پی میبریم پس شاید اون عنوان اطلاق کردن عنوان کرایست فیگر به شخصیت اول رمان ابله خیلی هم بدون دلیل و مدرک نبوده باشه چون بالاخره از نظر مسیحیت اگه به قضیه نگاه کنیم توان اینکه شفا بدن بیماران رو به حضرت مسیح که نسبت داده شده و خب چون توی این رمان ما میبینیم که آقای در واقع میشکین این توانایی رو داره که به اطرافیانش آرامش بده و اونها رو در سلامتی و بهبود حالات روحی مثلا دوستان و اطرافیانش در واقع این توانایی موجوده میتونیم بهشون بگیم که واقعا یک شخصیت کرایست فیگر هستن توی این رمان دقیقا مثل اکثر آثار آقای داستایفسکی باز هم با این قضیه مواجهیم که واقعا هیچ چیزی صفر و صد نیستش یعنی نه آدمای بد صد درصد بد هستن و نه آدم های خوب صد درصد خوب هستن حتی در مورد سرنوشت انسان ها توی این رمان هم واقعا این صادقه یعنی یه جایی شما میبینین که افراد بد با سرنوشت های بسیار بدی مواجه میشن اما افراد خوب با سرنوشت های بدتری مواجه میشن و خب همین باعث میشه که شما همیشه بین این دوتا حالت گرفتار باشین که الان باید بخندین یا گریه کنین یا اینکه شاید هر دوتاش رو با هم دیگه انجام بدین و این تناقضی که در ذات انسان ها وجود داره رو بسیار زیبا آقای داستایفسکی توی شخصیت آقای میشکین به تصویر کشیده به عنوان مثال توی بخشی از داستان آقای میشکین عاشق دو تا زن مختلف میشه که تقریبا میشه گفت در تضاد مطلق و کامل با هم دیگه هستن و جا... و نکته جالبش هم اینه که دقیقاً دلایلی هم که برای عشق به این دو زن ما میبینیم دلایل کاملا متناقضی هستند و قشنگ روبروی به روی همدیگه قرار دارن این خود همین موضوع توی ف... یعنی به یک تمی تبدیل شده به یک اه... تم بسیار پرتکرار شده توی آثار سینمایی و تلویزیونی اه... تبدیل شده شاید شما هم سریال های مختلفی رو دیده باشین حالا دقل چیزی که من الان تو ذهنم هستش سریال فریجر هستش که شخصیت اصلی داستان که یک روانکاوه در قسمتی از یک داستان عاشق دو تا خانم مختلف میشه که دقیقا متضاد هم دیگه هستن یعنی یکیشون یک آدم بسیار فرهیخته نمیدونم با سواد عاشق هنر عاشق تاریخ و چیزهای از این قبیل و یک نفر دیگرشون عاشق و اون خانم دیگه که فریجر عاشقش میشه یک انسان بسیار ساده ولی در عین حال پر از جنب و جوش جوانی و غیره و جایی که فریجر داره راجع به این صحبت میکنه و داره دوتا آپشن رو بررسی میکنه که بالاخره به کدومشون به صورت صد درصد جواب مثبت بده دقیقا به این میپردازه که خب از یک طرف خانم ای از نظر ذهنی من رو ارضا میکنه و صحبت کردن باهاش برام لذت بخشه و از صحبت کردن باش خسته نمیشم و میتونه در همون سطح من چون خب خودش یک دکتره با من صحبت کنه ولی از اون طرف خانم شماره بی اون حس جوانی و سرزندگی حتی اگه نتونه مکالمات قلم به یا کلمات مثلا پرتمتراغ و جملات پرتمطراقی هم درست کنه رو اما باز هم دوستش داره به این دلیل که اون حس جوانی و شور جوانی و به اصطلاح کیر بودن خیلی دغدغه های زندگی رو جدی نگرفتن و اینها رو د... این حس رو در فریجر زنده کرده و خب همین باعث میشه که گرایش پیدا کنه به این خانم این حالتی که بهتون گفتم دقیقا توی این رمان هم صادقه و خب آقای به اصطلاح میشکین که ما میدونیم آدم خوبه داستانه در موقعیتی قرار میگیره که هر انتخابی بخواد انجام بده در واقع یه کار بدی میتونه ازش سر بزنه چون بالاخره اون یک زن دیگر رو ول کرده و خب خود همین باعث میشه که در یک موقعیت بسیار سختی گیر کنه که هر تصمیمی بگیره فارغ از اینکه این رو انتخاب کنه یا اون دچار یک عمل بدی شده باشه در حالی که خب ما میدونیم که آقای میشکین در واقع اهداف خوبی داره و آدم بسیار خوشقلبی هستش اما در کنار این شخصیت اصلی من آقای میشکین ما شخصیت های واقعا ماندگار بسیار بسیار زیادی رو توی یک اثر توی این اثر داریم که خب در واقع به ماندگاری اثر هرچی بیشتر کمک کردن ما جنرال یپانچین رو داریم که خب بسیار آدم این دقیقا از اون آدمایی که کلمات قلم به سلومبه به کار میبرن توی در واقع صحبتشون و خیلی رسمی صحبت میکنن اما در واقع وقتی که وارد باز محیط خونش میشیم و با همسرش آل، لیزاویتا زیر یک سقف این دوتا رو با هم میبینیم میبینیم که حالا خیلی آدم مهربون و حتی از میشه گفت که از زنش میترسه با وجود اینکه یک جنرال هستش بعد لیزاویتا که ما در یک جاهای اون رو یک آدم مستبد میبینیم که خیلی زود اعصابش خورد میشه و به اصطلاح انگلیسی یا باسی هستش که به همه دستور میده اما در واقع میبینیم که در بخشای از داستان باز اون مهر و عطوفت هم مادرانه ای که نسبت به دختراش یعنی الکساندرا و ادلایدا داره و هم نسبت به یپانشین اون رو خب در جاهایی نشون میده یکی دیگه از شخصیت های مندگار داستان ناستازیا هستش که یه جایی میشکین عاشقش میشه چون نماد اون فالن وومن هستش یعنی اون زن گرفتار و اسیری که حالا یک نفر مرد باید بیاد و این رو از اون دیپرشن و اون به افسردگی که گرفتارش شده به دلیل ناملایمات زندگی نجات بده در واقع ناستازیا علا ارتباط ناستازیا و مشکین هم یکی از شاید بشه گفت جذاب ترین بخش داستانه هم از نظر توصیف و هم از نظر اتفاقاتی که میفته چون خب مشکین عاشق ناستازیا میشه اما خب میبینه که ناستازیا تعداد بیشماری خاستگار داره که حالا میخوان بیان و به رو نجات بدن و باهاش ازدواج کنن و یکی از کسایی هم که دنبال این هستش که با ناستازیا ازدواج کنه در واقع شخصیتی هستش به اسم روگوژین که در واقع یک وارث ثروت هنگفتی هستش از خانواده خودش پس قطعا از طبقه اشرافیه و پول بسیار هنگفتی هم داره و دیوانوار عاشق خانم ناستازیا شده شخصیت های دیگه هم خب توی این داستان هستن که واقع، واقعا به ماندگار شدن و زیبایی هرچه بیشتر اثر کمک میکنن از هر نوع شخصیتی شما توی جامعه روسیه امکان داشته وجود داشته باشه ما توی این اثر داریم یعنی کسی که پول قرض میده به دیگران نزول میکنه ما داریم تا کسی که دوست داره قاتل بشه تا نمیدونم کسی که کلا علاقه داره غیبت کنه پشت سر دیگران کسی که جاسوسی میکنه و کسی که مثلا بچه ها رو مورد آزار و اذیت قرار میده از هر طبقه ای که شما تصورش رو بکنین ما توی این اثر آدم داریم و خب همین باز باعث میشه به اولا به جنبه های رئالیستی اثر خیلی کمک میکنه چون از طبقات مختلف جامعه آدما حضور دارن و هم باعث میشه که واقعا شخصیت های ماندگاری رو خلق کنه اما همونطور که گفتم خب اون مرکز توجه داستان در واقع همون خانم ناستازیا هستش و بعد اون به ارتباطی که بین ناستازیا و آقای مشکین در واقع رخ میده اما بریم راجع به خود عنوان داستان هم یکم صحبت کنیم ببینیم ابله داره به چه چیزی اشاره میکنه و آیا اینکه اطلاق کردن صفت ابله اصلا لغت ابله به آقای میشکین کار درستیه یا خیر ببینین هدف آقای داستایفسکی از عنوان رمان انتخاب این عنوان برای رمان و این بوده که شاید یه نکته دیگه رو به ما بگه ببینین همونطور که بهتون گفتم شما وقتی که در مورد آقای میشکین میخونین خب به خوش قلب بودنش به مهربان بودن و ساده بودنش واقعا پی میبرین و خب اونجا قطعا پی خواهید برد که این خیلی غیر منصفانه است که اطرافیانش صرفا به دلیل ساده بودن هی بهش میگن ابله و ابله ما میدونیم که آدم ساده ایه آدم دلپاکیه آدم خیلی صادق و رو و آدم, آدم چیزی نیست که سیاست داشته باشه در ارتباطاتش خیلی صاف و ساده با همه در ارتباطه اما خب اطرافیان هر کاری انجام میده بهش میگن یک ابله و این باعث شده که خیلی از کسانی که در واقع با این رمان مواجه میشن و این رمان رو میخونن در واقع به این قضیه بپردازن که آها پس تم اصلی رمان آقای داستایفسکی در مورد این موضوع هستش که چقدر در حق انسانهای ساده بیعدالتی رخ میده یعنی این کل داستان این که دنیا قدر همچین آدمایی رو نمیدونه و ما بهش میگیم مثلا ابله اما هرچی که به پایان داستان در واقع نزدیک میشین اون جنبه های نقد اجتماعی داستان هرچی بیشتر و بیشتر خودش رو نشون میده و در واقع به نظر میرسه که آقای داستایوفسکی هدفش از نوشتن این رمان اینطوری بوده که چون خب اتفاقاتی هم میفته که شاید یه سری جاها بگین شاید واقعا یه ابله ها که داره این کارا رو, رو میکنه آقای داستایوفسکی پیامی که میخواسته در از لابلای این سطور به ما برسونه در واقع این بوده که اینکه چطور یک جامعه میتونه واقعا یک انسان خوب رو به یک شخص ابله تبدیل کنه در واقع این رمان تلاش میکنه که نفرت خودش رو از جامعه نشون بده از دنیایی نشون بده که طبقات اشرافی طبقاتی که قدرت دارن حتی طبقات متوسط جامعه که سرمایه هستند هستن و پول دارن طبقاتی که به اصطلاح طبقات بسیار ریلیجیس و مذهبی روسیه و همچنین طبقاتی که قدرت سیاسی دارن چطور میتونن که با روح و روان افراد یکم دون تر یا افرادی که ساده هستند در جامعه بازی کنند جوری که اونها رو به مرز جنون برسونن در واقع یعنی در واقع رمان میشه گفت نقدیه به این روش از زندگی که شما صرفا به دلیل جایگاه اجتماعیت و اینکه پول داری و قدرت داری سلامت روان یه عده دیگر رو به خطر بندازی و اینکه با اخلاق و رفتارت باعث بشی که انسانی که ساده است خوشقلبه و میتونسته به اطرافیانش کمک کنه میتونسته که آرامش بخش باشه برای اطرافیانش متاسفانه اون سرنوشت براش رخ نده و سرنوشتی معکوس و خیلی بد براش رخ بده به صورت کلی میشه گفت که واقعا این رمان رمان افراد مشکل داره یعنی افراد مشکل داری که در زندگی با همدیگه روبرو میشن به اصطلاح می از مسیر همدیگه عبور میکنن و در برههای از زندگیشون در واقع مجبورن که زمانی رو با همدیگه بگذرونن و این شانس رو که شاید بتونن به همدیگه آرامش بدن و همدیگه رو درمان کنن در واقع از دست میدن و به همین دلیله که خب رمان آقای داستایفسکی رمان بسیار بسیار ماندگاری هستش چون در مورد این فرصت های از دست رفته صحبت میکنه که انسانها فرصت این رو دارن که به همدیگه حس خوبی بدن به همدیگه آرامش بدن همدیگه رو حتی درمان کنن ولی خب این فرصت ها رو از دست میدن به دلیل یک سری شرایط اجتماعی و یک سری عقاید به خصوص همونطور که گفتم رمان رو بسیار رمان معروفی هستش نمیخوام داستان رو براتون بیشتر از این اسپویل کنم و میگم رمان های رو شما بیشتر برای شخصیت هاش میکنین همونطور که توی ویدیوی مربوطه به تقریبا جنایت و مکافات هم خوندم درسته که اتفاقات هیجان انگیز هم درون این رمان رخ میدن ولی خوندن آثار داستایفسکی به قصد اینکه لذت ببری از پلات از اتفاقات داستان واقعا کار درستی نیست اما خوندنشون برای لذت بردن از شخصیت ها و از شخصیت پردازیشون باعث میشه که لذت شما دوچندان باشه منتقدان و متفکران زیادی هم در مورد این رمان صحبت کردن و به بزرگی رمان اعتراف کردن ای سی گریلینگ مثلا یکی از منتقدان در مورد اثر می که این رمان کتابی است قابل ملاحظه که انسان را به تفکر عمیق وامی دارد. بدون شک این اثر داستایفسکی یکی از بزرگترین کتابهایی است که تا به حال نوشته شده. منتقده دیگه هم نوشتن مثلا جوزف فرانک رمان ابله رو اتفاقا اصیلترین اثر آقای داستایفسکی میدونه و دلیلش هم برای این ادعا اینه که تمایز بین شخصیت ها بسیار بیشتر رعایت شده یعنی شخصیت ها به شدت ایندیویدوال هستن هر کدوم شرایط مخصوص به خودشون رو دارن و این تنوع دیوانوار که هم توی شخصیت ها مشاهده میشه هم توی ساختار اتفاقات داستان این رمان رو به اثری تبدیل کردی که واقعا نمیشه ازش گذشت الیزابت دالتون که دیگه از منتقدین ادبی هم در مورد اثر می نویسه که این رمان بیشتر از هر رمان دیگه آقای داستویفسکی شاید حتی بیشتر از هر رمان دیگه در ادبیات جهان به مضمون تجربه میپردازه و خب نویسنده ما آقای تلاش کرده که سازوکار ذهن انسان در مواجهه با تنش های زندگی رو به ما نشون بده که شاید ای بشه برای خود ما این هم از نکاتی که در مورد رمان ابله آقای داستریفسکی میخواستم بهتون بگم امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشه خیلی ممنون که با یک ویدیو دیگه با من همراه بودید بازم هم ازتون خواهش میکنم اگر کانال رو سابسکرایب نکردین همین الان لطف کنین و کانال رو سابسکرایب کنین اون زنگولش هم بزنین که از این به بعد ویدیوی منتشر کردم براتون نوتیفیکیشن بیاد بعد لایک ویدیو هم یادتون نره اگه دوست داشتین کامنت بذارین که یکم ویدیو بیشتر دیده بشه و اینکه خواهشان کانال یوتیوب رو به دوستانتون معرفی کنین خیلی ممنون روز شبتون خوش من آرش رحمانی هستم از کانال یوتیوب The Literarian و تا ویدیوی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم روز و شب خوبی داشته باشین مواظب خودتون باشین تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار